سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با ادامه خوانش کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در خدمتتون هستیم. به قسمت آقای دکتر حسین عادلی رسیدیم. ممنون که ما رو دنبال میکنید. سپاسگزار. حسین عادلی از یکی از دوستان شنیده بود که فلانی کتابی درباره اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب در قالب گفتگو تهیه کرده است. به من تلفن زد و برای صحبت کردن اظهار تمایل کرد. من هم که در فکر پیدا کردن رابطه‌ای برای جلب رضایت او جهت مصاحبه بودم، پذیرفتم. اصرار شدیدی داشت که روایت او از حوادث سال 1368 تا 1373 دقیق تر از دیگران است و ریشه این مسائل را باید در جاهای دیگر جستجو کرد. سوال: ابتدا از خودتان بگویید، رشته تحصیلیتان چه بود و چگونه به وزارت خارجه راه پیدا کردید؟ پاسخ: تحصیلات من ابتدا در رشته بازرگانی و سپس اقتصاد بود. از جمله بخش‌های اقتصادی که علاقه داشتم اقتصاد بین‌الملل بود، لذا دو فوق لیسانس را همزمان با هم شروع کردم، اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد توسعه و رفاه. سوال: در چه سالی؟ پاسخ: سال 1353 فوق لیسانس را شروع کردم، یک رشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دیگری در مرکز مطالعات عالی بین المللی وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. البته بعد از یک سال که متوجه شدند من همزمان در دو رشته فوق لیسانس تحصیل می کنم، گفتند باید یکی را انتخاب کنی و من اقتصاد بین الملل را برگزیدم. بعد از آن در امتحان اعزام به خارجه اعضای هیئت علمی مهندسی بازرگانی شرکت و رتبه اول آن امتحان را به دست آوردم و بورسیه آمریکا را انتخاب کردم. البته با بورس وزارت علوم آن زمان به عنوان استخدام هیئت علمی این سازمان با آمریکا رفتم، چون علاقه اصلیم به اقتصاد بین‌الملل بود. در نتیجه در همین رشته تحصیل کردم. در واقع گرایش‌های من در زمینه اقتصادی بیشتر اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه و اقتصاد بین‌الملل بود. از بعد از انقلاب، با توجه به اینکه شورای انقلاب از طریق کسانی که در آنجا بودند می‌دانستند که من به اقتصاد بین‌الملل علاقه‌مند هستم و تدریس می‌کنم و زبان انگلیسی را خوب می‌دانم و در ضمن ارتباطات خوبی هم دارم، از من دعوت کردند که به وزارت خارجه بپیوندم. سوال: چه کسانی شما را معرفی کردند؟ پاسخ: من قبل از انقلاب عضو انجمن اسلامی و نماینده دانشجویان بودم. در واقع من از سال سوم دبیرستان که در دارالفنون درس می‌خواندم، عضو انجمن اسلامی بودم تا انتهای تحصیلات فوق لیسانسم در ایران. لذا شبکه وسیع از دوستانی را داشتم. تعدادی از آنها بعداً شهید شدند و جز شهدای 72 تن بودند. تعدادی از آنها با شهید بهشتی و تعدادی هم در شورای انقلاب با شهید مطهری بودند. در خارج از کشور هم من عضو انجمن اسلامی و یکی از سخنرانان اصلی حوزه انجمن اسلامی در نیویورک بودم. در آنجا کلاس‌های درسی داشتیم و تدریس می‌کردیم. این شبکه در انقلاب و زمان تکوین نهضت آزادی‌خواهی دوره 56 و 57 فعالیت‌های زیادی چه در داخل و چه در خارج داشت. لذا شبکه‌ای درست شده بود که همه یکدیگر را می‌شناختند. بنابراین تمام کسانی که در پاریس و ایران اطراف امام بودند، آدم‌هایی مثل ما را می‌شناختند. به همین دلیل حتی قبل از انقلاب وقتی قرار شد سفارت ایران در واشنگتن سفارتی مستقل از سفارت شاهنشاهی باشد، حضرت امام افرادی را برای این کار تعیین کردند.
از جمله آقای احمد عزیزی که بعدها نماینده مجلس و قائم مقام وزیر خارجه شدند و آخرین سمتشان سفیر در آلمان بود. سوال: قرار بود سفارت دیگری در واشنگتن ایجاد شود؟ پاسخ: بله، ساخته شد. سوال: در چه سالی؟ پاسخ: اوائل 1357 به حکم امام سفارتی در آنجا درست شد با عضویت 4-5 نفر از جمله آقای شهریار روحانی، دکتر زرابی، احمد عزیزی و آقای طباطبایی که این سفارت انقلابی ایران بود. سوال: دولت آمریکا هم این را قبول کرد؟ پاسخ: به عنوان سفارت رسمی نبود، بلکه نمایندگان جنبش بودند که در این شبکه خارج از کشور همه یکدیگر را می‌شناختند. لذا بعد از انقلاب که سفارت ایران در آمریکا اشغال شد، تعدادی از دوستانی که در آنجا با شورای انقلاب همکاری می‌کردند، از من دعوت کردند تا با آنها همکاری داشته باشم. در واقع از همان روزهای اول انقلاب ما با کمک شبکه افراد خارج از کشور که من هم جزء آنها بودم، کارهای خارجی نهضت و جنبش را پیش می بردیم. البته به عنوان افراد فعال خارج از کشور و نمایندگان جنبش، نه به عنوان نمایندگان رسمی. در واقع به عنوان کسانی که کمک می کردند تا صدای مردم را به خارج از کشور برسانند. البته من مدت کوتاهی از طرف شورای انقلاب، سرپرست سفارت ایران در آمریکا و حتی مسئول برگزاری رفراندوم سال 58 در کانادا شدم. برای انجام این رفراندوم و همراه گروهی که اعضای آن آقای قاسمی پور، سعید اسماعیلی و دکتر بانکی بودند به کانادا رفتیم و سرپرستی برگزاری رفراندوم در کانادا را بر عهده داشتم. همه اینها افرادی بودند که در خارج عضو انجمن اسلامی بودند و ارتباطات زیادی داشتند. البته این نکته را بگویم که زمانی که من سرپرستی سفارت را بر عهده داشتم، آقای ابراهیم یزدی وزیر خارجه بودند و ایشان از ما خواستند که بمانیم و مراقب اوضاع سفارت باشیم که بعد از یک سال آقای یزدی عوض شدند. و من هم بعد از ماجرای سال 59 و در اواخر این سال داوطلبانه به ایران آمدم. سوال: آن زمان جنگ شروع شده بود؟ پاسخ: بله، جنگ شروع شده بود و من چند ماه بعد از جنگ به ایران آمدم. در آن زمان وضع به گونه‌ای بود که شهید رجایی به نحوی سرپرستی وزارت خارجه را بر عهده داشتند و آقای محمد هاشمی رفسنجانی هم به عنوان معاون ایشان کارهای بین‌المللی وزارت خارجه را انجام می‌دادند. زمانی که من وارد وزارت خارجه شدم، آقای مهندس موسوی وزیر خارجه و آقای احمد عزیزی معاون اقتصادی و بین‌المللی بودند. با توجه به تحصیلات من که اقتصاد بین‌الملل بود، از من تقاضا کردند کار اقتصادی اینجا را به عهده بگیرم که من هم پذیرفتم. سوال: معاون اقتصادی وزارت خارجه؟ پاسخ: خیر، مدیر کل اقتصادی وزارت خارجه شدم. آن زمان وزارت خارجه با امروز تفاوت زیادی داشت. تمام کارهای اقتصادی خارج کشور به وزارت خارجه مربوط می شد. در واقع خواستگاه و کانون اصلی روابط اقتصادی خارجی کشور بود. به همین دلیل من آن زمان پیشنهادی دادم که مورد استقبال مهندس موسوی قرار گرفت و بعد از اینکه مهندس موسوی نخست وزیر شد، این پیشنهاد به هیئت دولت رفت و تصویب شد و آن تشکیل ستادی به نام ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی بود. خود من دبیری آن ستاد را بر عهده گرفتم. با توجه به اینکه تعداد زیادی از بوروکرات‌های کشور که در این مسائل مهارت داشتند، از کشور خارج و پاکسازی شده بودند و دستگاه‌های کشور نیاز شدیدی داشتند تا کسی بتواند آنها را در خارج از کشور عرضه و معرفی کند و کسی هم جز وزارت خارجه و آن ستاد نمی توانست این کار را انجام دهد،
آن ستاد نقش بسیار برجسته‌ای در شروع مجدد روابط خارجی ما با دنیای خارج ایفا کرد، به طوری که اولین مذاکرات اقتصادی ایران با خارج، اولین یادداشت تفاهم و اولین سفرهای اقتصادی کشور توسط این اداره تنظیم شد. حتی تمام کارهای اقتصادی که برخی دستگاه‌های فنی مثل بانک مرکزی داشتند از طریق این ستاد و خود من انجام می‌شد، به طوری که یا خودم سرپرستی بسیاری از مذاکرات اقتصادی را بر عهده داشتم یا اینکه با سرپرستی یک وزیر همه کارهای اجرایی و اصلی آن، اهم از نوشتن تفاهم‌نامه، موافقت‌نامه‌ها، استراتژی‌ها و اینکه چه نیازهایی داریم در دست من بود. این کار نیاز به یک سری هماهنگی‌های ریز و مینیاتوری داخلی داشت. برای انجام یک کار خارجی باید هماهنگی‌های مختلفی با دستگاه‌های داخلی برقرار می‌کردیم. لذا کار من از نمایندگی اقتصاد خارجی رسیده بود به این که وارد مسائل داخلی اقتصاد کشور شوم تا بتوانم با کمک دستگاه‌های زیرآب نیازهای واقعی داخلی را به دست آورم و سپس آن را به خارجی‌ها عرضه کرده پیش ببرم. سوال: این موضوعی را که پیش کشیدید بسیار جالب است. اون زمان چه تضادی بین مسائل داخلی و خارجی وجود داشت که کار هماهنگی را برای شما دشوار می‌کرد؟ پاسخ: در آن زمان تضاد وجود نداشت، بلکه خلأ بود. یک بار انقلاب شده بود، روابط کشور با خارج قطع شده بود و یکی دو سال روابط چندانی با دنیای متمدن و غرب نداشتیم. بسیاری از قراردادها هم لغو شده بود و بسیاری دیگر اجرا نمی شدن. پولهای زیادی از کشور را در جاهای مختلف خورده بودند. بسیاری از کشورهای خارجی که در ایران سرمایه گذاری کرده و رفته بودند، ادعای خسارت علیه ایران کرده بودند و در این حال دستگاه اجرایی کشور نیاز به خرید از خارج از کشور، ارتباط با آنها و وارد کردن تکنولوژی داشتند. سوال: متوجه هستم، ولی مسئله‌ای که گفتید پول ایران را می‌خورند و بسیاری از قراردادها لغو می‌شود، چه میزان به عملکرد دولت برمیگشت؟ چون دولت هم خیلی از این شرکت‌ها و قراردادها را قبول نداشت و معتقد بود صهیونیستی و آمریکایی هستند. به طور کلی جهت‌گیری آن نسبت به غرب و خارج نسبت به قبل از انقلاب تغییر کرده بود. پاسخ: بله، نمیخواهم وارد این مبحث مفصل شوم، اما به هر حال انقلاب شده بود، چون در حقیقت انقلاب ما یک انقلاب واقعی بود، مانند کودتاهای از پیش تعیین شده نبود، بلکه یک انقلاب مردمی واقعی بود که نظیر آن در تاریخ بسیار کم است. لذا اتفاقاتی در آن رخ داد که با منطق اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی منطبق نبود. امروز هم که به آن دوران برمیگردیم، میبینیم خیلی از تصمیمات شتاب زده‌ای که دولت در آن زمان برای خاتمه دادن به بعضی از قراردادها گرفته بود با وضعیت امروز منطقی جلوه نمی‌کند. اما با فضای انقلابی و شعارهای تند انقلابی آن روز و از لحاظ احساسی و عاطفی سازگار جلوه می‌کرد. لذا آن تصمیمات انقلابی که در آن موقع در بعد سیاسی و اجتماعی گرفته شده بود، 10 سال بعد نتیجه خود را نشان داد، اما در بعد اقتصادی بلا فاصله نتیجهش منعکس می شد و یکی دو سال بعد همه ما متوجه شدیم که باید با فلان شرکت سوئیسی یا همان شرکت انگلیسی کار کنیم، چرا که نمی توانیم قطعات پالایشگاه را نخریم، چون از انگلیس می آید و ما بر علیه آن شعار می دهیم. نمی توانیم هزاران بیماری را که نیاز به دارو دارند منتظر بگذاریم و دارو نخریم، چون از سوئیس می آید. نمی توانیم با شرکتی که در فرانسه کار نیروگاه‌های ما را انجام می دهد رابطه خود را به سادگی قطع کنیم. آن تصمیمات انقلابی که آن زمان گرفته شده بود، یکی دو سال بعد بلا فاصله تأثیرات خود را در اقتصاد کشور نشان داد.
بنابراین نیاز به یک بسیج اقتصادی و یک کار فشرده اقتصادی بین المللی بود و تمام این بار بر عهده بخش اقتصادی ما در وزارت خارجه بود. ما در وزارت خارجه نه فقط کار خارجی اقتصادی کشور را انجام می دادیم، بلکه مجبور بودیم به مطالب داخل دستگاه‌ها و ریزقراردادها هم بپردازیم. در نتیجه دخالت و آشنایی ما با متن اقتصاد کشور در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، مالی، بانکی، خدمات حمل و نقل، پست و تلگراف، نیرو و همچنین با آنچه که در قبل بود و متوقف شده بود و با آنچه که در جریان بود افزایش یافت. بعد از چند سال به توصیه مهندس موسوی از وزارت خارجه به وزارت نفت رفتم. زمانی که آقای آقازاده وزیر نفت بود، من به عنوان مسئول امور اوپک با ایشان کار کردم. شرکت در جلسات اوپک آشنایی من را با مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور سبب شد. بعد از آن بود که بحث ژاپن و تعیین سفیر برای آنجا پیش آمد. در شرایط آن روز مهمترین شریک تجاری که با ما رابطه دوستانه تری داشت و در ضمن غربی هم محسوب می شد ژاپن بود. لذا این مسئله مطرح شد که یک فرد با توانایی اقتصادی با آنجا فرستاده شود که بتواند نیازمندی های ما را با کشوری که می تواند با ایران دیالوگ داشته باشد مطرح کند و ارتباط خوبی برقرار کرده کار را پیش ببرد. در ضمن بتواند فضای سیاسی لازم را هم به وجود بیاورد. این پیشنهاد را به بنده کردند. در واقع اواسط دوره جنگ و زمانی بود که آینده خوبی برای وضع اقتصادی کشور پیش بینی نمی شد. به همین دلیل من به ژاپن رفتم و در سفارت حجم روابط خود را افزایش دادم. به گونه ای که میزان تعامل ما با ژاپنی ها به شدت گسترش پیدا کرد. در آنجا من علاوه بر کار روابط دو جانبه علاقمندی ویژه‌ای به بازسازی ژاپن بعد از جنگ پیدا کردم. گرچه جنگ ما هنوز تمام نشده بود و در اوج خود بود، اما آنقدر علاقمند شدم که کسانی را که شخصا در برنامه‌ریزی اقتصادی ژاپن بعد از جنگ نقش داشتند پیدا کردم. پیرمردانی در نقاط مختلف ژاپن بودند که با آنها صحبت و شروع به نوشتن مقدمات کتابی کردم تحت عنوان بازسازی اقتصاد بعد از جنگ در ژاپن. خوشبختانه در اواخر تألیف این کتاب بودم که جنگ ما هم تمام شد. من به همین دلیل و به دلیل شبکه وسیعی که با اساتید و مجریان این کار در ژاپن داشتم، سمیناری را در ژاپن طراحی کردم تحت عنوان سمینار تجربیات ژاپن در بازسازی بعد از جنگ و از اشخاصی مثل دکتر طبیبیان، دکتر نیلی، آقای زالی که بعداً وزیر کشاورزی شدند، آقای نوربخش و رئیس اقتصادی بانک مرکزی، آقای زرین طلب و دیگران که حدود 30-40 نفر بودند دعوت کردم تا در این سمینار شرکت کنند. تمام دستندرکاران اصلی بازسازی ژاپن را هم آوردم و در طی 2 روز از 8 صبح تا 6 بعد از ظهر آنها تجربیات خود را در اختیار ایرانی ها قرار دادند. در واقع باید بگویم که ارتباطات وسیع من در وزارت خارجه و وزارت نفت و سپس در ژاپن و بخش های مختلف کشور و بحث های مهمی که در آنجا مطرح بود، من را در معرض ارتباط صرف با معاون وزیر و وزیر قرار نمیداد، بلکه با تمام مسئولان رد اول کشور در ارتباط بودم. رئیس جمهور وقت آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس، آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و شخصیت‌های مختلف دیگر از جمله حاج احمد آقا که در دفتر حضرت امام بودند از جمله این افراد بودند. سوال: شما گفتید یک سری تصمیمات اقتصادی در مورد روابط خارجی کشور و مسائل اقتصادی گرفته شده بود و بر اساس آنها کارها انجام می شد. با توجه به روابطی که شما با خارج کشور داشتید و دانش تئوریکی که گفتید از آن برخوردار بودید، چه توصیه‌ای به مقامات کشور می کردید؟
آیا پیش می آمد که به نخست وزیر یا دیگر مقامات در مورد تصمیمات اقتصادی تذکری بدهید؟ پاسخ: از ابتدایی که ما کار اقتصاد خارجی و به نحوی کمک به اقتصاد داخلی را شروع کردیم، این مسائل وجود داشت. در آن زمان با توجه به موضع‌گیری‌هایی که می‌شد، برچسب‌هایی به افراد می‌خورد، ما هم از همان ابتدا که شروع به بحث و صحبت کردیم، برچسب طرفداری از اقتصاد آزاد را خوردیم. اما نکته جالبی که باید بدانید این است که در فضای آن روز برخلاف امروز این برچسب خوبی نبود. حالا شاید احساس من اشتباه باشد، اما همیشه احساس خود من و دوستانم این بود که یکی از عوامل رفتار تبعیض آمیزی که آن زمان در مورد من و دوستان نظیر من اعمال می شد این برچسب بود که ما کمی معتدل هستیم و تفکرات بازی نسبت به دیگران داریم. اگر هم کمی بیشتر از آن تفکرات خود جلوتر می رفتیم، خطرناک می شد. حتی خطر این بود که تصور شود ما با برخی از اصول انقلاب اسلامی مخالف هستیم. ما هم به هر حال جوانیمان را برای نهضت ایران گذاشته بودیم و علاقمند به این نهضت بودیم و خود را جز آن می دانستیم. بنابراین حواسمان جمع بود که به خاطر وضعیت ناشی از جنگ فرصت این را نداریم که به این افکار بپردازیم. یعنی باید یک خط را می گرفتیم و جلو می رفتیم. عده‌ای هم همین کار را کرده بودند. کسانی هم که مثل ما فکر می کردن و چنین برچسبهایی خورده بودند، سخفی داشتند که نمی توانستن از آن بالاتر بروند. به عنوان مثال اگر اشتباه نکنم در سال 66 بود و هنوز جنگ تمام نشده بود که من را کاندیدای وزارت بازرگانی کردند. آن زمان رئیس دفتر و هماهنگ کننده کارهای رئیس جمهور آقای محمد خان بودند که به من تلفن کردند و گفتند آقای خامنه‌ای می‌خواهند در زمینه پست وزارت بازرگانی با شما صحبت کنند. من گفتم اجازه بدهید فکر کنم. فکرهایم را کردم که وارد جزئیات آن نمی‌شوم، اما در نهایت پذیرفتم تا برای صحبت به آنجا بروم. زمانی که مذاکره می‌کردیم ایشان از من پرسیدند در مورد بازرگانی چه ایده‌ای مد نظرتان است. من گفتم ایده من در حال حاضر تکوین پیدا نکرده است، بلکه من قبلا ایده‌ام را در کتابی که تحت عنوان اقتصاد بین‌الملل و بازرگانی خارجی نوشتم بیان کردم. من طرفدار باز شدن درهای کشور به دنیا و برخورداری اقتصاد از یک دینامیسم بالا هستم که این مستلزم ورود بخش خصوصی به صحنه اقتصاد کشور است. در آن زمان بخش خصوصی یک ضد ارزش بود. این کار هم نیاز به یک سری ملزومات سیاسی اجتماعی خاص داشت. به هر حال ایشان گفتند با توجه به اینکه شما برای این کار مورد تایید قرار گرفته اید، برنامه خود را بنویسید. اما بعدها اینطور نشد، به این دلیل که گفتند شما زیاد از حد تفکرات اقتصاد آزاد دارید. سوال: چه کسی این را گفت؟ پاسخ: به طریق این را به من رساندند. آن را کنار گذاشتم. اتفاقا در خلال مأموریتم به ژاپن بود، لذا چند روزی صبر کردم، دیدم خبری نیست، سپس به ژاپن رفتم. که پرسیدند چرا رفتید؟ گفتم مشکلی نیست، هرگاه تصمیم خود را گرفتید برمیگردم. در نهایت فرد دیگری را برای این پست انتخاب کردم. آن فرد هم معروف بود به اینکه گرایش‌های دولتی را بیشتر از من قبول دارد. به هر حال افراد در آنجا با توجه به برچسب فکری خودشان، البته برچسب اقتصادی نه برچسب سیاسی و انقلابی، شناخته می‌شدند. کسانی که بیشتر طرفدار اقتصاد دولتی بودند از ارزش و منزلت خاصی برخوردار بودند و کسانی که موافق گسترش حیطه دولت نبودند، سقفی داشتند که از آن بالاتر نمی‌رفتند. ما همین سقف را می‌فهمیدیم، چرا که به طرق مختلف به ما نشان داده می‌شد. لذا در اینکه ما نظر خود را مطرح می‌کردیم شکی نیست. به همین دلیل هم برچسبمان مشخص بود. در واقع چون ما از همان روزهای اول حرف می زدیم، برچسبمان مشخص می شد.
البته در تحلیل کل اقتصاد دوران جنگ، صرف نظر از اینکه قضاوت‌های حرفه‌ای کوچکی می‌شود که مثلا این کار غلط انجام شده و این کار نباید انجام می‌شد، باید بگویم در کل نمی‌توان به اقتصاد جنگ یک چهره اقتصاد دینامیک خصوصی داد. در اقتصاد جنگ و در تمام دنیا دولت نقش بسیار زیادی دارد، به خصوص در کشور ما که انواع مشکلات اقتصادی هم وجود داشت. لذا در این حال که میتوان گفت اقتصاد جنگ را میتوانستیم بهتر اداره کنیم، اما نمیشود ایرادات اساسی و بزرگی نسبت به کل جریان گرفت و آن را زیر سوال برد. چرا که فکر میکنم در اقتصاد جنگ قبل از اینکه ما اقتصاد را زیر سوال ببریم، باید به این نکته توجه کنیم که در این صورت خون پاک صدها هزار نفر که با یک عشق پاک برای کشورشان جنگیدن زیر سوال می رود. سوال: آقای دکتر، شما چگونه برای ریاست بانک مرکزی برگزیده شدید؟ البته توضیح دادید که کارهایی از جنبه بین‌المللی انجام داده بودید و آقای نوربخش و دیگر دوستان و همکاران دولت دوم مهندس موسوی را به سمیناری که برای بازسازی در ژاپن برگزار شده بود دعوت کردید. بعد از اتمام جنگ و پذیرش قطعنامه، دولت جدید با رویکرد جدید روی کار می آمد و شما به عنوان رئیس بانک مرکزی معرفی شدید. با توجه به اینکه شما سابقه بانکی هم نداشتید، چگونه شما را انتخاب کردند؟ پاسخ: این سوال را باید از کسانی که مرا کاندیدا کردن بپرسید. سوال: منظور من این نبود که چرا این کار را کردن. میخواهم بدانم اولین باری که این مسئله مطرح شد در چه زمانی و توسط چه کسی بود؟ پاسخ: من در تابستان سال 68 در تهران بودم و آن زمانی بود که آقای هاشمی در حال رایزنی برای تشکیل کابینه بودند. از گوشه و کنار می شنیدم که بنده جز کسانی هستم که برای پست‌های اقتصادی مورد پیشنهاد دیگران هستم. البته من برای مدت کوتاهی به ایران آمده بودم تا در سمیناری که در دانشگاه تربیت مدرس بود و من هم مقاله ارائه کرده بودم شرکت و برگردم. از افراد مختلف می شنیدم که خیلی از دوستان و کسانی که مرا می شناختند بنده را به عنوان یکی از مدیران اقتصادی پیشنهاد می کردند و شاید این پیشنهادهایی که از این طرف و آن طرف شده بود به نتیجه رسیده بود. سوال: چه صحبتهایی صورت گرفته بود؟ پاسخ: صحبتهایی که من می شنیدم مختلف بود، از بانک مرکزی گرفته تا وزارت بازرگانی. البته این نکته را هم عرض کنم که بانک مرکزی نام بانک را دارد، اما دارای یک مسئولیت اقتصادی بزرگ است. از این رو یک آدم بانکی لزوماً یک فرد اقتصادی نیست. در نتیجه رئیس بانک مرکزی باید کسی باشد که اقتصاددان باشد، نه کسی که فقط بانکی عمل کند. به هر حال بنده هم به عنوان یکی از مدیران اقتصادی مطرح بودم. در طول تاریخ تأسیس بانک مرکزی ایران، تعداد بسیار کمی از کسانی که به بانک مرکزی رفتند از خود بانک برآمده بودند و تجربیات کم بانکی داشتند. البته بسیار خوب است که فرد تجربیات بانکی داشته باشد، اما برای این کار داشتن تصویری از اقتصاد و شیوه های حل اقتصادی بسیار ضروری تر به نظر می رسد. سوال: اولین بار چگونه و در چه زمانی رسماً به شما اطلاع دادند که قصد دارند مسئولیت بانک مرکزی را به شما بسپارند؟ پاسخ: من ژاپن بودم که از دفتر آقای هاشمی به بنده اطلاع دادند که ایشان می خواهند تا من به تهران بیایم. خود من هم نمی دانستم برای چه کاری است، چون حرفی به بنده نزدند. فقط گفتند هرچه سریع‌تر به تهران بیایید. من هم ظرف چند روز کارهایم را انجام دادم و از دفتر رئیس جمهور خواستم که اجازه‌ام را برای آمدن به ایران از وزارت خارجه بگیرن. به محض ورود به تهران دکتر نوربخش به من تلفن کرد و قراری را که با آقای هاشمی گذاشته بودند را به اطلاع من رساند. ابتدا آقای نوربخش ماجرا را به بنده گفتند و بعد به اتفاق ایشان نزد آقای هاشمی رفتیم و ایشان گفتند که باید به بانک بروید.
سوال: آیا در آن جلسه انتظارات خاصی را مطرح کردند؟ یعنی با توجه به توانایی‌هایی که شما داشتید، آیا شما را برای یک برنامه و هدف خاصی در نظر گرفته بودند؟ پاسخ: بحث آقای هاشمی این بود که کشور بعد از سالها جنگ نیازمند یک بازسازی بزرگ است و ما قصد داریم در خلال سالهای آینده این وضعیت روند اقتصادی روبه رکودی را که بخصوص در سالهای آخر جنگ پیدا شده معکوس کنیم و از هر بخش اقتصادی من جمله بانک می‌خواهیم که نقش خود را در این فرایند بازسازی کند. طبعاً بانک مرکزی و سیستم بانکی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی می‌تواند با ارائه طرح‌های تازه این نقش را ایفا کند و بار مسئولیت اصلی تأمین منابع لازم برای این بازسازی را به دوش بکشد. ایشان همچنین گفتند با توجه به اینکه بانک مرکزی همانند آدم‌هایی است که از جنگ آمده و خسته هستند، دستگاه‌های ما هم چنین حالتی را دارند. بانک هم از این امر مستثنا نیست. لذا باید بتواند با کسب اعتبار بین‌المللی و اعتبار ویژه، سیستم بانکی ایران را به تدریج به جایگاه اصلی خود در جامعه بین‌المللی برگرداند. سوال: و شما هم این مسئولیت را پذیرفتید. یک سوال برای من پیش آمده و آن این است که اگر آقای هاشمی در آن جلسه از شما می‌خواستند مثلا وزیر بازرگانی شوید، آیا می‌پذیرفتید؟ در واقع برای شما مهم بود که چه شغلی به شما پیشنهاد می‌شود یا اینکه هدفتان این بود که هر شغل اقتصادی را بپذیرید؟ پاسخ: من هرگز در طول دوران خدمتم خود را همه فن حریف نمی دانستم و همیشه در یک خط کاری مشخص فعالیت کردم. سوال: پس اگر در آن جلسه از شما می خواستند وزیر بازرگانی شوید، نمی پذیرفتید؟ پاسخ: من فکر می کنم زمانی که ایشان این پیشنهاد را به بنده دادند، کابینه رأی اعتماد خود را گرفته بود و وزرا تعیین شده بودند. سوال: به عنوان یک فرض گفتم. پاسخ: البته راجع به آن فکر می کردم، مسلماً بلافاصله نمی پذیرفتم. سوال: آیا در مورد ریاست بانک مرکزی هم فکر کردید یا همان لحظه آن را قبول کردید؟ پاسخ: خیر، ابتدا فکر کردم و بعد به این نتیجه رسیدم که بپذیرم. سوال: گفتید که ایشان از شما خواسته بودند طرح‌های نو ارائه دهید و وظیفه اصلی بانک را هم تأمین منابع مالی برای بازسازی کشور برشمرده بودند. شما چه طرح‌های جدیدی ارائه داده بودید و خط مش خودتان به عنوان رئیس بانک مرکزی و با توجه به شناختی که گفتید از اقتصاد بین‌المللی داشتید چه بود؟ چرا که در آن زمان اولین برنامه جمهوری اسلامی در بعد از انقلاب و در سال 68 در حال اجرا بود. روی کرده برنامه نیز نسبت به سالهای قبل متفاوت بود. سیاست تعدیل اقتصادی، حرکت به سمت آزادسازی قیمتها، حذف یارانه‌ها و یکسانسازی نرخ ارز که کاملا با 10 سال قبل متفاوت بود و مدیران موجود هم با این شیوه آشنا نبودند. شما در اینجا چه طرح و برنامه‌ای پیشنهاد دادید؟ آیا فکر خاصی از خودتان داشتید یا تحت تأثیر برنامه بودید؟ پاسخ: هر دو. در واقع ما در ابتدا به بررسی وضع اقتصادی کشور پرداختیم تا ببینیم در چه شرایطی قرار داریم. طبعا اطلاعات ما از اوضاع مملکت در قبل و بعد از قبول مسئولیت کامل نبود. با استفاده از اطلاعاتی که کارشناسان در اختیار داشتند توانستیم وضعیت واقعی کشور را در آن روز به دست آوریم. ما با اختلالات عمیقی که در اقتصاد کشور بود روبرو شدیم، از جمله مشکل تأمین منابع و عدم وجود منابع کافی. خاطرم هست در روزهای اول حضورم در بانک مرکزی اولین مسئله‌ای که نمایان شد نیاز به منابع کافی برای تأمین گندم کشور بود که از ابتدای سال شروع شده بود. من در 24 شهریور سال 68 به بانک رفتم. این مسئله به دلیل اینکه دولت هنوز انتخاب نشده بود، معوق و حادتر شده بود.
در نتیجه اولین و فوری ترین کار این بود که بتوانیم با لحاظ داشتن قانون و مقررات منابعی برای تأمین گندم فراهم کنیم. همچنین انتظارات بسیار بالایی از جانب مردم پس از انتخاب آقای هاشمی وجود داشت. جنگ تمام شده بود و وضع کشور باید تغییر می‌کرد. یکی از اولین نیازهای فوری مردم این بود که از کمبودهای معمول در جامعه کاسته شود و به تدریج به سمت تأمین کمبود کالاهای مورد نیاز برود. در رأس آن مواد غذایی و ضروری ترین آنها گندم بود. سیلوها به اندازه کافی ذخیره نداشتند و به اندازه کافی منابع مالی نداشتیم. نیاز اولیه این بود که اعتباراتی برای این کار بگیریم. در آن زمان متوجه شدیم نه تنها منابع کافی نداریم، بلکه مقروض هم هستیم. جمع بدهی‌های ما در آن زمان با توجه به یوزانس‌هایی که انجام داده بودیم حدود 12.9 میلیارد دلار بود. یعنی در سال 68 که بنده وارد بانک مرکزی شدم با این میزان بدهی مواجه شدیم. سوال: سررسید آن بدهی‌ها در چه زمانی بود؟ پاسخ: به تدریج بود. در سال 68، 69 و 70. سوال: و در قالب یوزانس و کوتاه مدت بوده است؟ پاسخ: بله. البته حدود 1.2 میلیارد دلار آن مربوط به 2 سال قبل از آن بود. در نتیجه اولین مسئله‌ای که مطرح شد چگونگی تأمین منابع برای گندم بود. مسئله دیگر پیشبینی‌های برنامه اول بود، چرا که برنامه‌ای بود که طی سال‌های جنگ و 2-3 سال قبل از جنگ نوشته شده بود و برنامه جدیدی نبود که بعد از دولت آقای هاشمی نوشته شود، بلکه قبل از آن نوشته شده بود و احتمالاً بعدها اصلاحاتی در آن ایجاد شده بود. جدولی را تعیین کرده بودند که مهمترین شاخص آن این بود که ما در سال اول، دوم و سوم برنامه از استقراض خارجی استفاده کنیم، چرا که بر اساس آن پیشبینی ها در سالهای چهارم و پنجم درآمد نفتی بالا می رود و می توانیم از محل آنها قرضهایی را که در سال اول گرفته بودیم پرداخت کنیم. بنابراین موازنه ارزی خود را در پایان 5 سال خواهیم داشت. در واقع برنامه اول طبق جداولی که آن زمان چاپ شده بود پیشبینی یک موازنه سالانه را نمی کرد، بلکه بر اساس برآوردهایی که از آینده و قیمت نفت داشت پیشبینی یک موازنه 5 ساله را می کرد. برنامه نویسان آن را ارائه کرده بودند و در دولت هم تصویب شده بود. زمانی که بنده وارد بانک مرکزی شدم این موارد از مراحل خود عبور کرده و تمام شده بود. مهمترین مشخصه این کار این بود که زمانی که برنامه به قانون تبدیل شد حقی را برای دستگاه‌های مصرف کننده قائل می‌شد که بتوانند بودجه‌ای را در خلال 5 سال و به طور سالانه مصرف کنند و این تکلیف را هم بر عهده بانک قرار داده بودند که به شیوه‌های مختزی بتواند این میزان را برآورد کرده و به دستگاه‌های مختلف بپردازد. اگر به آن جدول 5 ساله رجوع کنید مشاهده می‌کنید که حدود 136 میلیارد دلار جمع هزینه‌های برآوردی برنامه بود که 120 میلیارد دلار آن قرار بود از طریق معمولی و مابقی از طریق یک سری قراردادهای ویژه تأمین شود. چنین قراردادهایی در 1-2 سال آخر برای تأمین مصارف بخش نیرو و انرژی منعقد شده بود. یعنی در قانون بودجه سال 68 که در سال قبل از آن تدوین شده بود و همینطور در قانون بودجه سال 66 مواردی را لحاظ کرده و اعتباراتی را به وزارت نیرو و وزارت نفت داده بودند. لذا برنامه‌ای که ارائه شده بود از چنین وضعیتی برخوردار بود. سوال: شما هم مجبور بودید در چارچوب چنین برنامه‌ای طرح‌هایتان را ارائه دهید؟ در واقع به نوعی محدود شده بودید؟ پاسخ: محدود خیر، اما میتوان گفت کار را برای ما مشخص کرده بودند. خاطرم هست زمانی که به بانک مرکزی رفتم اولین بحث‌های ما با مجلس در مورد این بود که چگونه این کار را انجام دهیم. با وجود اینکه برنامه تدوین شده بود هنوز هم در مجلس برخی موافق استقراض و برخی مخالف آن بودند، در صورتی که در حال تصویب نهایی بود.
یعنی از کمیسیون در آمده و در حال طرح در سن علنی بود. شاید یکی دو جلسه آخر آن به من رسید که همراه با دیگر مسئولان اقتصادی در آن جلسات شرکت کردم که مربوط به بحث‌های استقراض بود. اما صرف نظر از این، برخی مسائل در برنامه وجود نداشت، اما جز مسائل اصلی اقتصادی بود، همون نکاتی که شما مطرح کردید. اگر توجه کرده باشید، برنامه به بحث تصحیح قیمت‌ها و بحث ارز و یارانه‌ها نمی‌پردازد. در واقع جهت‌گیری برنامه اول مناسب بود، اما خیلی کلی و با تفکراتی خاص نوشته شده بود. در دوران برنامه اول که به برنامه تعدیل معروف شد، فقط اشاراتی به مشخصهای آن داشت. جز اولین موارد ما، البته بعد از بحث تأمین منابع، این مسئله بود که بار سنگینی را بر دوش بانک مرکزی گذاشت. حداقل این بار سنگین در 2-3 سال اول با بانک مرکزی همراه بود و چون بانک هم برای این کار مجهز نبود، سعی کرد خود را مجهز کرده و تیم‌های قوی را برای این کار آماده کند تا بتواند این انتظار بسیار بزرگ را که از طریق تصویب برنامه در دستگاه‌های مختلف به وجود آمده بود برآورده کند. حرکتی برای بازسازی کشور در آن سال به وجود آمده بود و احساس می‌شد که کشور سال‌هایی را از دست داده و باید هر چه سریع‌تر جبران کند. بنابراین مسئولیت سنگینی را بر عهده بانک می‌گذاشت که خوشبختانه توانستیم بانک را تجهیز کنیم و با ارائه برنامه‌های اصلاحات اقتصادی که بسیاری از آنها به مسائل مالی و پولی برمیگشت، چهره خوبی از اقتصاد کشور و روند آن به دنیا ارائه دهیم. سوال: گفتید که در 3-4 جلسه آخر تصویب برنامه در مجلس حضور داشتید. میخواهم بدانم نظر خودتان نسبت به محتویات این برنامه و تعهداتی که برای بانک مرکزی گذاشته بودند چیست؟ به هر حال در آن زمان برنامه در حال تدوین بود و ممکن بود تعهداتی در آن باشد که مورد نظر شما که رئیس بانک بودید نباشد و برای شما تحمیل شده باشد. نظرتان در این باره چیست؟ پاسخ: موضع من از همان ابتدا این بود که موافق استفاده از اعتبارات خارجی بودم و هنوز هم هستم. فکر می‌کنم هیچ کشوری نمی‌تواند بدون استفاده از اعتبارات خارجی و استقراض خارجی به سمت توسعه برود. در نتیجه من از کسانی بودم که موافق این مسئله بودم، چرا که من موازنه ارزی کشور را نه 1 ساله بلکه 5 ساله می‌دیدم و موافق استقراض بودم و هنوز هم معتقدم این کار درستی بود و در حال حاضر هم کشور باید چنین کاری را انجام دهد. اما ما در تمام طول برنامه همواره در زمینه قیمت نفت با بقیه دوستانی که در بخش انرژی و دیگر بخش‌ها بودند اختلاف داشتیم. ما همیشه به عنوان افراد بانک مرکزی که خیلی محتاطانه به قیمت نگاه می‌کنیم معروف بودیم و می‌خواستیم با احتیاط بیشتری قدم برداریم. به هر حال افرادی هم در دستگاه نفت و دستگاه برنامه و دستگاه دولت بودند که قیمتها را بررسی می‌کردند. ما یک صدا داشتیم و بقیه هم صداهای متفاوتی داشتند. ما همیشه در مورد قیمت نفت این اختلاف را داشتیم. اگر فرضاً آنها قیمت 17 دلار را می‌گفتند، ما 14 دلار می‌گفتیم و به طور کلی برآوردهای کارشناسی که در بانک مرکزی بود پایین‌تر از برآوردهایی بود که وزارت نفت داشت، چرا که وزارت نفت برآورد می‌کرد و به سازمان برنامه می‌داد و سازمان برنامه برآورد کرده و به دولت می‌داد. این وضعیتی بود که ما در آن زمان داشتیم و بر همین اساس هم مدیریت می‌کردیم. سوال: پس برخی از آن مواردی که به بانک تحمیل شد مد نظر شما هم بود و تمام آنها تحمیلی نبود؟ پاسخ: من نمیگویم چیزی به بانک تحمیل شد، بلکه چارچوب برنامه این بود و ما در آن چارچوب مجبور بودیم تمام امکانات خود را برای آن کار بسیج کنیم. فکر می‌کردیم باید به یک اعتبار بین‌المللی دستیابیم و به وضعیتی برسیم که بتوانیم این کار را انجام دهیم، چرا که اخص اعتبار به این معناست که شما بتوانید از پسندازهای دیگر کشورها برای ساختن کشور خود استفاده کنید.
این کار نیاز به جلب اعتماد داشت که کار ساده ای نیست، اما ما باید این اعتماد را جلب می کردیم. سوال: زمانی که شما وارد بانک شدید، وضع بانک از نظر بدهی‌های بین‌المللی، اعتبار بین‌المللی و بدهی به داخل کشور چگونه بود؟ چون ظاهراً تا آن سال وظیفه بانک مرکزی تأمین کسری بودجه دولت از طریق انتشار اسکناس بود. این انتشار از طریق مجوزهایی بود که از مجلس یا حضرت امام گرفته می‌شد. می‌خواهم بدانم وضعیت بانک مرکزی در زمان ورود شما چگونه بود و چه ارزیابی از آن دارید؟ پاسخ: من در زمان ورود احساس کردم باید برای چند کار برنامه ریزی شود. یکی تعدد نرخ ارز که حدود 12 نرخ بود و اختلالات وسیعی در قیمت‌ها ایجاد کرده بود. در نتیجه انجام برنامه ریزی معین و مناسب اقتصادی برای تصحیح اختلالات قیمت و به خصوص قیمت ارز را شروع کردیم. برنامه خود را هم ارائه دادیم. برنامه دوم ما این بود که بتوانیم یک نرخ سود بانکی درستی که نرخ داخلی پول است ایجاد کنیم. ما باید نرخ داخلی پول را هم تصحیح می کردیم و تا آن زمان بانک مرکزی تأمین کننده منابع کسری بودجه دولت بود. برنامه سوم ما رفع این معضل بود. ما از ابتدا شعار کاهش کسری بودجه و به موازنه کشاندن مالی دولت را داشتیم و اینکه بانک مرکزی نباید تأمین کننده کسری بودجه باشد. در این مورد طرحی را به شورای پول و اعتبار ارائه دادیم. شاید نخستین بانک مرکزی بعد از انقلاب بودیم که در برابر دولت ایستادگی کرده و از سال بعد، یعنی سال 69، به دولت اعلام کردیم که باید بدهی‌هایش را به بانک مرکزی پرداخت کند. دوم این که ما برای نخستین بار لایحه‌ای را به شورای پول و اعتبار برده و تصویب کردیم، مبنی بر این که اگر دولت بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند باید نرخ سودش را بپردازد. البته این طرح با مخالفت شدید سازمان برنامه و دولت مواجه شد و آن را وتو کردند. اما سالهای بعد با پایداری ما نسبت به این سیاست که بانک مرکزی نباید تأمین کننده کسری بودجه باشد و باید مطالبات خود را از دولت بگیرد و اگر هم بخواهد پولی بدهد باید با یک نرخ سود مناسبی باشد تا دولت را در استفاده از منابع بانک مرکزی محتاط تر کند، توانستیم آن را ارائه داده و جلو ببریم. مطلب دیگر این بود که در کل سیستم بانکی کشور اغلب بانک ها زیانده بوده و زیانهای بسیار بالایی هم داشتن. به اضافه این که مجموعاً حدود 70 سال بانک ها حسابرسی نشده بودن. مثلا بانک صادرات 8 سال، بانک سپه 6 سال و غیره. سوال: یعنی بانک ها تا سال 68 حسابرسی نشده بودن؟ پاسخ: اغلب بانک ها نه تنها به روز نبودند، بلکه برخی از آنها از سال 59 حسابرسی سالانه هم نشده بودند و زیانده بودند. لذا یک کار عظیمی در سیستم بانکی ما که در حال رکود ناشی از جنگ قرار داشت صورت گرفت و آن را به یک سیستم نسبتاً قابل قبولی برای آن زمان تبدیل کرد. سوال: آقای دکتر، سوالم را دوباره تکرار میکنم. زمانی که شما وارد بانک مرکزی شدید، وضعیت بانک مرکزی از نظر بدهی به دولت، مردم و اعتبار بین المللی چگونه بود؟ پاسخ: بانک مرکزی نه تنها به دولت بدهکار نبود، بلکه طلبکارم بود. در آن زمان بانک مرکزی هزاران میلیارد ریال از دولت طلب داشت و در نتیجه تبدیل به جایی شده بود که بخش بسیار زیادی از بودجه دولت را تامین می‌کرد. که من به محض ورود سیاست عکس این را اعلام کردم که دولت باید کسری بودجهش را کم کند و از منابع بانک مرکزی استفاده نکند. در درجه اول از منابع خودش استفاده کند و اگر نیاز به پول داشت از منابع سیستم بانکی به صورت قرض در برابر طرح و برنامه و انجام مطالعات اقتصادی و مالی پروژه ها استفاده کند و در مرحله آخر به بانک مرکزی بیاید. آن هم حداقل استفاده را با یک نرخ معین داشته باشد. این وضع بانک و دولت بود. وضع بدهی‌های ارزی بانک
حدود 12 میلیارد دلار بود و سررسیدهای ماهانه‌ای داشت که هر ماه باید پرداخت می‌شد. سوال: یعنی در قالب یوزانس‌های 3 ماهه و 6 ماهه بود؟ پاسخ: یوزانس‌های مختلف بود. 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه، 1 ساله و 2 ساله. آن زمان یوزانس 2 ساله هم داشتیم و لذا هر ماه باید مبلغی را بابت این بدهی‌ها پرداخت می‌کردیم. سوال: وضع اعتبار بین المللی بانک چگونه بود؟ پاسخ: وضع اعتبار بین المللی خوب نبود. به همین دلیل میزان استفاده بانک از منابع خارجی چندان امکان پذیر نبود و ما در همان اوایل که به منابع مالی بین المللی رجوع می کردیم از شیوه پاسخ آنها متوجه می شدیم که آنها اعتباری برای ما قائل نیستند. در نتیجه کار خیلی سختی بود. سوال: هنگام مراجعه با آنها چه پاسخی دریافت می کردید؟ پاسخ: به طور مثال اگر درخواست اعتبار می کردیم پاسخ می دادن نداریم که بدهیم، یا شرایطی که اعلام می کردن نرخ ریسک 15% و 20% برای آن قرار می دادن. در ضمن ما ارتباطاتی هم نداشتیم. با وجود اینکه جز مؤسسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم بودیم، اما هیچ مؤسسه ثالث معتبر دنیا ما را تایید نمی کرد، چون رابطه ما با صندوق بین‌المللی پول قطع بود. سوال: از بعد از انقلاب تا سال 68 این ارتباط قطع شده بود؟ پاسخ: بله. لذا یکی از اقداماتی که در فکر آن بودیم بازسازی اعتبار بین‌المللی بانک بود که سعی کردیم آن را انجام دهیم. سوال: این ضعف اعتبار تا چه میزان به وضعیت اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی کشور که آن زمان امضا شده بود برمیگشت و چه میزان به درگیری‌های سیاسی و عمل سیاسی حاکمیت؟ پاسخ: بیشتر به جنگ و آنچه که کشور دچار آن بود برمیگشت. یعنی کشور در آن سالها در یک وضعیت جنگی به سر می‌برد و به عنوان یک منطقه جنگی محسوب می‌شد و نرخ ریسک آن بسیار بالا بود. اقتصاد جنگ هم که مشخص است و در تمام کشورهای دنیا شبیه هم است، از اقتصاد جنگ توقع رشد بالا نمی رود. البته یک سری جهتگیری های دولتی خاصی که در اقتصاد اتفاق افتاده بود و مصادره هایی که انجام شده بود و شیوه های اداره بنگاه های اقتصادی بی تأثیر نبود، اما به طور کلی با توجه به وضعیت عمومی که در کشور حاکم بود همه این مسائل دست به دست هم داده بود و تصویر نامناسبی از ایران ارائه کرده بود که چندان مناسب نبود. سوال: برگردیم به این بحث که شما رئیس بانک مرکزی بودید و در جلسات دولت حضور داشتید. گویا مهمترین وظیفه دولت آقای هاشمی در آن زمان این بود که برای بازسازی یک سری منابع مالی را به صورت اعتبارات بین المللی تأمین کند. اما اختلاف نظرهایی در برداشت از مفاد برنامه وجود داشت. برخی افراد در سازمان برنامه معتقد بودند که دولت نباید از یوزانس استفاده کند. اما گویا دولت و بانک مرکزی برداشتشان این بود که هم میتوان از یوزانس استفاده کرد و هم از اعتبارات بین‌المللی مندرج در برنامه. این مسئله موجب شد که در نهایت با حجم بالایی از بدهی‌های خارجی روبرو شوند. آن زمان چه بحث‌هایی در این مورد انجام می‌شد؟ پاسخ: اصلا چنین بحثی نبود که یکی موافق و یکی مخالف یوزانس باشد. اگر به قانون بودجه سال 69، 70 و 71 رجوع کنید می‌بینید بر اساس پیشبینی برنامه و بودجه به بانک مرکزی تکلیف شده بود که به صورت 1 ساله و 2 ساله استقراض کند. در بودجه سال 69 آمده که بانک مرکزی 5.4 میلیارد دلار تأمین منابع کند، به صورتی که از سالهای بعد یعنی سال 70, 71, 72, 73 اصل و فرع آنها را پرداخت کند. و دوباره در سال 70 بانک را مکلف کرده بودند که 4.8 میلیارد دلار استقراض کند که از سال بعد آن یعنی 1 ساله و 2 ساله و 3 ساله بپردازد. این نکته جالبی است که در بودجه‌های سنواتی که در واقع تقسیم برنامه 5 ساله به سالانه بود، دریافت اعتبارات کوتاه مدت پیشبینی و به صورت قانون در آمده بود. جالب این است که بانک مرکزی مخالف این مسئله بود.
در واقع بانک همواره مخالف این بود که گردش نقدینگی بانک به صورت قانون درآید و یا برنامه آن را مکلف کند. ما مخالف این هم بودیم که دستگاه برنامه‌ریزی کشور و یا قانون جدول نقدینگی برای بانک تعیین کند که چگونه قرض کنید و به چه صورت بپردازید. این بر عهده مدیریت داخلی بانک است. شما باید به بانک بگویید که تا جایی که میتواند تأمین منابع کند، به هر صورتی که نقدینگیش اجازه میدهد بپردازد. اما سالهای اول کسی چنین بحثی نمیکرد و موافق این روند نبود. اما از سال 69 به بعد بانک مرکزی موضع شدیدی بر علیه این مسئله داشت و در مذاکرات مجلس هم ثبت است. در این رابطه ما کمیسیون اقتصاد دارایی مجلس را همراه خود کردیم و مرحوم حسینی شاهرودی که رئیس کمیسیون بود و آقای بهزادیان از جمله کسانی بودند که علارغم دیدهای متفاوتی که در ابتدا با بانک مرکزی داشتند به شدت از بانک مرکزی دفاع کردند و معتقد بودند که نباید این موارد را در برنامه ذکر کرد، بلکه باید اجازه داد که بانک بر اساس توانایی گردش نقدینگی خود را انجام دهد. سوال: در مورد نحوه هزینه کردن هم توضیح بدهید، چون گفتید اعتبارات کوتاه مدت بود اما در بلند مدت هزینه می شد. در نتیجه سال بعد امکان بازپرداخت هم وجود نداشت و در این مورد هم اختلاف نظری نبود، چون 4 یا 5 میلیارد دلار اعتبار بین‌المللی گرفته بودید و در سال بعد باید پرداخت می‌کردید. پرسش من این است که منبع تأمین این پرداخت‌ها در سال بعد کجا بود؟ به هر حال این دلارها در طرح‌های بلندمدتی هزینه شده بودند. در واقع اعتبارات کوتاه‌مدت در طرح‌های بلندمدت گرفته شده بود. در نتیجه عدم تعادلی را بعدها در پرداخت‌ها ایجاد می‌کرد. پاسخ: به نظر من تمام این مسائل به پیشبینی کلی برنامه از قیمت نفت و درآمدهای صادرات غیر نفتی برمیگشت. در اوایل تولید نفت حدود 2 میلیون بشکه در روز بود که این به تدریج به 2.5 و 3 میلیون بشکه و بالاتر هم رسید. یعنی با افزایش تولید نفت از یک سو و پیشبینی های خوشبینانه قیمت نفت از سوی دیگر و افزایش صادرات غیر نفتی ناشی از تزریق ارز در دستگاه‌های مختلف در بخش صنعت، کشاورزی و صنایع تبدیلی درآمدهای ایجاد می‌کرد که طبق جدول برنامه و پیشبینی برنامه می‌توانست پاسخگو باشد. در واقع برنامه این مسئله را تعیین و اعلام کرده بود که نگران نباشید. به همین دلیل بود که در بودجه‌های سنواتی گذاشته شده بود و مجلسی‌ها نیز قانع شدند و تصویب کردند. یعنی احساس می‌کردند از آن طرف پول تزریق می‌شود، یک مقدار به نفت می‌دهیم و یک مقدار به دستگاه‌های دیگر و آن میزانی که به نفت داده می‌شود ایجاد درآمد نفتی جدید می‌کند. در آن زمان در نفت برنامه‌ای پایه‌ریزی شده بود به نام برنامه افزایش تولید که سالانه مقدار زیادی ارز به آنجا تزریق می‌شد. در دستگاه‌های دیگر هم به همین صورت بود. همچنین شورایی به نام شورای تولید زیر نظر آقای رئیس جمهور ایجاد شد که اعضای آن رئیس سازمان برنامه، وزیر دارایی، وزرای صنعتی، وزیر بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی بودند. وظیفه مهم شورا این بود که برنامه ریزی برای ارزی که به این دستگاه تزریق می کند انجام دهد تا بتوانند تولید کنند و به صادرات برسند و از عواید ناشی از صادرات بتوانند پولهایی را که گرفتند پرداخت کنند. سوال: پس شما به عنوان رئیس کل بانک مرکزی مشکلی از این بابت نداشتید که در کجا هزینه می شوند؟ شما تنها به مفاد برنامه توجه داشتید که برای صادرات یک سری کالاهای غیر نفتی به کار رود و بازپرداخت شود و هیچگاه نحوه هزینه را مطرح نمی کردید. پاسخ: خیر، چرا که نحوه هزینه کردن مربوط به برنامه و بودجه است. بانک مرکزی به هیچ وجه مسئول این امر و در مقام این نبود که بگوید مثلا این میزان به کشاورزی و این مقدار به صنعت داده شود. سوال: اما مسئول بازپرداخت آنها بودید؟ پاسخ: بله، ما این مسئولیت را بر عهده داشتیم
که در مورد نحوه پیشبینی درآمدها بحث کنیم که همیشه هم بحث و جدل داشتیم. بحث‌های زیادی را با دستگاه نفت و برنامه و بودجه در مورد میزان درآمدها و عواید سالهای آتی داشتیم. اما در مورد اینکه این عواید کجا می رود، آیا نفت و صنعت آن را به درستی مصرف می کنند، بحثی نداشتیم. چرا که دستگاه ناظر آن سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و دارایی و دولت بود. اصلا وظیفه بانک در این حد تعیین نشده و در حال حاضر هم بانک ها چنین کاری نمی کنند.